سلام، مهدی نوبخت هستم از هنرآمیز.com و با جلسه دوم ریگ کاراکتر در افتر افکت در خدمت شما. توی این جلسه، حالا قبل از اینکه بیایم و ریگ این کاراکتر رو انجام بدیم که کمی پیچیده تر هستش، میام سراغ یک کاراکتر ساده تر و اون رو ریگش رو انجام میدم. ضمن اینکه میخوایم با نحوه انتقال فایل از ایلستریتور به افتر افکت هم آشنا بشیم. در واقع چندین روش برای انتقال فایل از ایلستریتور به افتر افکت وجود داره که پلاگین هایی هم در این زمینه وجود داره، اما توی نسخه های جدید به خصوص دیگه نیاز به پلاگین خاصی نیست و به راحتی میتونیم حتی لایه ها رو به صورت شیپ در افتر افکت داشته باشیم که حالا توی این جلسه میخوایم اونا رو مورد بررسی قرار بدیم. بسیار خب، من اینجا دو تا کاراکتر دارم. دو تا کاراکتر در واقع یک کاراکتر هستن که با هم ساختار متفاوتی دارن. اینی که اگر دقت کنید که در واقع سیمپل بوی هستش. اگر بیم سراغ لایه‌ها به صورت کاملا جدا از هم اینجا میبینیم به این صورت قرار گرفتن. در واقع یک دست کامل داریم و یک پای کامل، یک بدن کامل به این صورتی که اینجا میبینید و کاملا لایه‌ها به این صورت قرار گرفتن. برای ریگ این لازم هستش که از بن‌ها استفاده بکنیم، در واقع از پاپیت پین و بونها. اما ما میخوایم از این کاراکتر استفاده بکنیم که توی اون تمام قسمت ها کاملا جدا از هم هستن. اگر بیام سراغ قسمت هایی که داره، اونی که کاملا بازو جدا هستش، در واقع آرنج جدا هستش، مچ دست جدا هست و قسمت ها به این صورت از هم جدا هستن. همونطور که میبینید کاملا قسمت ها به این صورت از هم جدا قرار گرفتن. در واقع اینجا کنترل زد بزنم، توی این قسمت ها به این صورت کاملا جدا هستن. برای دریافت این فایل ها میتونید به انجمن سایت مراجعه کنید. در واقع میتونید توی قسمت دریافت فایل یا بخش دریافت فایل توی انجمن سایت این دوتا فایل رو دریافت کنید. از زمینه که یه فایل PST هم اینجا وجود داره که کاراکتر در واقع در PST است و مربوط به آموزش قبل ریگ کاراکتر هستش. فایل ایلستریتور هم مربوط به این کاراکتر سیمپل بوی اینجا وجود داره که اگر به اون مراجعه بکنیم توی قسمت دریافت فایل میتونید دوتا نسخه رو اینجا ببینید. در واقع هم نسخه سیمپل بوی و هم اون نوع کات اوتش که کاملا لایه از هم جدا هستن، دوتا رو میتونید از این قسمت دریافت کنید. بسیار خب، میام سراغ این فایلی که داریم و اون رو توی افتر افکت میخوام وارد بکنم. برای این کار میام سراغ افتر افکت و این کاراکتر سیمپل بوی کات اوت رو اینجا ایمپورت میکنم. مطمئن میشم این تیک غیر فعال هستش تا در واقع اینها به صورت پشت سر هم باز نشن. ایمپورت رو میزنم. برای ورود چندین حالت وجود داره. فوتیج در واقع وجود داره که اگر اون رو وارد کنم میبینی که به صورت یک عکس معمولی در این قسمت وارد میشه، در واقع یک تصویر خیلی معمولی در این قسمت وارد میشه. گزینه دیگه‌ای که اینجا وجود داره، گزینه اگر دوباره روی اون کلیک کنم، گزینه کامپوزیشن هستش که اگر روی اون کلیک کنم میتونم در واقع اونها رو به صورت همون لایه‌هایی که در ایلستریتور داریم اینجا داشته باشیم. اگر اینجا دقت کنیم که فایل وارد میشه، لایه‌ها هم به صورت جدا وارد میشن و یک کامپ برای من ساخته میشه که اگر داخل کامپ وارد بشم این قسمت میتونم لایه‌ها رو به صورت کامل ببینم، همون لایه‌هایی که در ایلستریتور اینجا داریم. اگر این قسمت رو ببندم اینه که کاملا همین لایه ها left arm, left forearm و به همین ترتیب اونها رو اینجا داریم، left arm, left forearm و به همین ترتیب تا انتها. نکته ای که وجود داره این استش که هر کدوم از این لایه ها در ایلستریتور داخل زیر لایه در واقع دارای زیر لایه هایی هستن. به عنوان نمونه اینجا اگر دقت کنید این آرنج از سه تا لایه زیر لایه ساخته شده. یه لایه کوچیکی که در این قسمت قرار گرفته، حالا کمی جلوتر میرم، یه لایه‌ای که به این صورت و یه لایه‌ای که در اینجا گرفته و همچنین لایه سومی که این قسمت رو تشکیل میده. اون چیزی که به افتر افکت اکسپورت میشه در واقع این لایه اصلی است و زیر لایه‌ها دیگه منتقل نمیشن. اگر به افتر افکت بیایم می‌بینیم که فقط لایه‌های اصلی منتقل شده. پس لازم هستش که اگر می‌خوایم قسمتی رو به صورت جدا داشته باشیم اون رو در داخل یه لایه جدید قرار بدیم. به عنوان اون اگر می‌خوایم این در واقع به صورت یه لایه جدا باشه میتونیم بیایم علاوه بر روش‌های مختلف میتونیم بیایم یه لایه خالی ایجاد کنیم به این صورت و بعد این رو داخل اون لایه قرار بدیم به این صورتی که اینجا میبینیم. حالا این رو به صورت یه لایه جدا داریم و این اگر اکسپورت کنیم این به عنوان یه لایه جدا در واقع منتقل میشه. پس بعد به این نکته توجه کنیم. بسیار خب، حالا تا همین حد فعلا کافی هستش. میرم سراغ افتر افکت. راه دیگه هم وجود داره که البته راه بسیار جالبی است. اگر بیام سراغ افتر افکت و دوباره این فایل رو وارد کنم، دیلیت میکنم و میام سراغ این فایل، این بار این رو حالت فوتیج قرار میدم و اوکی میزنم.
همونطور گفتم به نظر میاد که در واقع یه فایل معمولی خیلی ساده وارد محیط افتر افکت شده، اما اگر روی اون راست کلیک کنم و بیام سراغ قسمت کریت، اونجا میتونم convert to layer comp رو اینجا ببینم. اگر روی اون کلیک کنم، اتفاقی که میفته برای من یک دونه در واقع کامپوزیشن ساخته میشه اینجا همونطور که میبینید. اگر وارد کامپوزیشن بشم، حالا به اون لایه ها دسترسی دارم، مشابه همون روش قبلی. پس حالا به اون لایه ها کاملا دسترسی دارم. البته لایه ها میبینید کراپ شده هستش و اندازه اونها برابر با محدوده اونها هستش. توی اون حالت کامپوزیشن اگر ورود رو دوباره بزنم، اینجا دوباره اینا رو دیلیت میکنم، اگر سیمپل بویکات اوت رو بزنم و کامپوزیشن، یه دونه حالت لایر سایز داره و یه دونه داکیومنت سایز که اگر اون رو کلیک کنم، سایز هر لایه در واقع برابر با سایز کل اون داکیومنت هستش، همونطور که اینجا میبینید. تو اون حالت دیگه در واقع کراپ شده است و به اندازه محدوده اون فایل. دوباره پس واردش میکنم، حالت فوتج قرار میدم، اوکی، داخل یک کامپ قرار میدم و راست کلیک کریت کانورت در واقع تو لیر کامپ و میبینید که اینجا کاملا اونها به این صورت قرار میگیرن. نکته دیگه ای که وجود داره، حتی ما میتونیم اونها رو به صورت شیپ در محیط ایلستریتور در محیط افتر افکت داشته باشیم، اینه که در حال حاضر فایل ها هستن که ما با پن در واقع نمیتونیم اونها رو ادیت کنیم. اگر روی این لایه ها کلیک کنم، میتونم بیام روی این لایه ها کلیک کنم و دوباره توی قسمت کریت create shape from vector layer رو داشته باشیم. چون اینا لایه‌های وکتور هستن، در واقع افتر افکت تشخیص میده و با کلیک کردن روی اون، حالا می‌بینی که شیپ‌های متناظر با اون ساخته میشه. حالا اینا رو من ادرگ می‌کنم و در این قسمت بالا قرار میدم. همونطور که می‌بینید متناظر با اون لایه‌هایی که داشتیم، ما حالا شیپ‌هایی داریم که حتی اون لایه ایلستریتور هم می‌بینید خاموش شده. می‌تونیم حتی بیایم و اونها رو انتخاب کنیم و دیلیت کنیم. حالا تو این قسمت به راحتی میتونیم ببینیم که شیپ ها جایگزین اون لایه ها شدن و با استفاده از پن میتونیم بیایم و اونها رو ادیت کنیم. بعدا از این ویژگی در محیط افتر افکت استفاده میکنیم برای ریگ و در واقع کارهای بسیار جالبی با اون انجام خواهیم داد. البته این تنها مربوط به کاراکتر نیست، میتونیم چون طراحی کردن در محیط ایلستریتور ساده تر هستش و ابزارهای بسیار بیشتری وجود داره، میتونیم بیایم و طراحی خودمون رو در محیط ایلستریتور انجام بدیم و در نهایت اونها رو به افتر افکت به صورت شیپ در واقع منتقل کنیم، همونطور که در اینجا در واقع میبینید. میبینید کاملا با همون رنگ و با همون ساختار اینجا قرار میگیره. و اگر بیام و اینها رو باز بکنم، میتونیم ببینیم که توی قسمت کانتنت تمام زیر لایه هایی که داشتیم هم به صورت در واقع گروه های اینجا قرار میگیره، همون سه تا گروهی که اونجا میبینید در واقع اینجا هم وجود داره. کمی اینو جابجا میکنم به سمت راست، این رو کمی به این قسمت قرار میدم، میبینید که گروه های مختلف کاملا وجود داره متناظر با اون چیزی که در ایلستریتور وجود داره. بسیار خب، حالا از این قسمت عبور میکنیم. فقط یه نکته دیگه باقی میمونه که زمانی که از افکت ها روی لایه ها استفاده میکنیم، در واقع اون افکت ها منتقل نمیشن. به عنوان نمونه اگر بیام سراغ این صورت و این قسمت لایه سر رو، این پایه سر رو انتخاب کنم و روی اون یک گرادیانت اعمال کنم، در واقع اون گرادیانت دیگه اعمال نمیشه در محیط افتر افکت. اگر حالا یه بار این کار رو انجام بدم، میام سراغ این لایه و گرادیانت رو انتخاب میکنم، روی اون گرادیانت اعمال میکنم، به این صورت رنگ اون رو تغییر میدم. میتونید آموزش ایلستریتور رو از سایت دریافت بکنید و با روش کار ایلستریتور و همچنین طراحی کاراکتر در ایلستریتور در واقع آشنا بشین. نرم‌افزار بسیار کاربردی است برای طراحی. این قسمت رو رنگ کرمی قرار میدم و این قسمت رو هم رنگ تیره تر یا قرمز تر. به این صورت میتونم بیام دکمه جی رو بزنم و گرادیانت رو به دلخواه خودم تغییر بدم، به این صورتی که اینجا میبینیم. حالا اگر بیام و سیو بزنم، کنترل شیفت اس رو میزنم و اینجا روی همین ادیتی که دارم، سیمپل بوی ادیت، سیو میکنم. حالا اگر بیام سراغ افتر افکت، و اینو دیلیت کنم و این گزینه ادیت شده سیمپل بوی ادیت رو وارد کنم به صورت فوتج و بعد اونو تبدیلش بکنم به لایه ها کریت کانورت تو لایر کام و حالا اونا رو تبدیل به شیپ بکنم، توی حالتی که به صورت لایه‌ای هستن کاملا اینو گرادیانت هم منتقل میشه، میتونیم بیام این کنتینیوس رسترایز رو فعال کنیم. اتفاقی که میفته این هستش که زمانی که اونا رو فعال میکنیم، این ویژگی وکتور در محیط افتر افکت فعال میشه. همونطور که میبینید میتونیم بیام به راحتی کاراکتر رو اسکیل کنیم، در واقع بدون اینکه افت کیفیت داشته باشیم، توی این قسمتی که اینجا میبینید.
با فعال کردن کنتینیوس رسترهای در واقع اون قابلیت فعال میشه. البته زمانی که از پین ها استفاده میکنیم کمی این دچار مشکل میشه و هنوز این باگ رو در تعامل با دو آی کی برطرف نکردن، اما به صورت پیشفرض هیچ مشکلی برای ریک کردن پیش نمیاد، فقط در زمانی که از پین ها استفاده کنیم دچار اشکال میشه. بسیار حالا با اون هم آشنا خواهیم شد. کنترل زد میزنم و این هم به این صورت. بسیار خب، حالا اگر اینها رو تبدیل به لایه بکنم، در واقع تبدیل به شیپ بکنم، اینا رو انتخاب کنم، راست کلیک و کریت شیپ فرام وکتور لایر، به این صورت که اینجا میبینید، و حالا اونا رو جابجا میکنم به بالا تا از هم جدا بشن. میبینی که حالا اون گرادینت یا هر نوع افکتی که اعمال بکنیم روی لایه ها، در واقع اونها در محیط افتر افکت اعمال نمیشن و لازم ازش بیایم دوباره اونها رو ایجاد کنیم. برای این کار با ما نمون، اگر بیام سراغ این سری که داشتیم، سر رو انتخاب میکنم، روشنش میکنم و جابجاش میکنم، میام سراغ این لایه سری که داریم، میام سراغ گروه مربوط به اون لایه سر که این گروه آخر هستش همونطور که اینجا میبینید، اون رو بازش میکنم و این فیل رو که خاکستری رنگ هست پاک میکنم. میام سراغ این گروه 12 که داریم و اد رو میزنم از این قسمت و گرادینت فیل رو بهش اضافه میکنم. میبینید که گرادینت اینجا متفاوت هستش، در واقع روش کار متفاوت هست و به صورت مستقیم منتقل نمیشه. گرادینت فیل رو میتونم بیام و توی قسمت ادیت کالرش، توی قسمت ادیت گرادینت، در واقع رنگ مورد نظر خودم رو از فایل اصلی به این صورت دریافت کنم. این قسمت ها رو میتونم انتخاب کنم و رنگ مورد نظر خودم رو از اینجا داشته باشم، به این صورتی که اینجا میبینیم. و دیگه تنظیمات مربوط به اون رو در اینجا باید دوباره انجام بدم. البته اگر به این قسمت مراجعه بکنیم، در واقع این که زیر لایه گروپ، زیر این گروه 12 ایجاد شده، میتونم اونو درک کنم و داخل گروه 12 قرار بدم. حالا دستگیر اضافی برای من قرار میگیره که میتونم این کنترل گرادینت رو هم به این صورت کنترل کنم، اینی که شکل اون به صورت لینیر هستش و تنظیمات مربوط به اون که دیگه واردش اینجا نمیشه. توی اون کاراکتر رباتی که ما داریم، چون تمام رنگامیزی بر اساس همین در واقع گرادینت ها هستن، در واقع نمیتونیم از این استفاده بکنیم. بسیار خب، حالا این جلسه رو اینجا تموم میکنم. پس با روش انتقال فایل از افتر افکت، از ایلستریتور به افتر افکت آشنا شدیم و دیدیم که چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم و حتی چطور اونا رو میتونیم به صورت شیپ داشته باشیم و محدودیت اون رو هم دیدیم که در واقع ما گرادینت ها رو مجبور هستیم اینجا ایجاد کنیم یا در واقع اگر در ایلستریتور ایجاد کنیم دوباره اینا رو اینجا بازسازی کنیم. بسیار خب، حالا دو جلسه بعد میام سراغ ریگ این کاراکتری که داریم و اول این رو چون ساده‌تر هستش مورد بررسی قرار میدم و بعد میریم سراغ این کاراکتر رباتی که داریم. پس دو جلسه بعد، خدا نگهدار.